من 1322 در اصفهان به دنیا آمدم. پدر من حسابدار بود، حسابدار بود در کارخونه ریسباف و مادر منم خانه‌دار. یعنی مادر من مثلا فکر میکنم 19-20 سالش که بود دو تا بچه‌اش رو، دو تا بچه که ما سه نفریم، دو تا بزرگا رو داشت. من تصور میکنم مال خانواده‌ای بودم که گرایشات ببین گرایشات غیر مرسوم مثلا درش وجود داشت. مثلا پدرم خب خیلی مثلا در اون دوره بچگی من مثلا موسیقی کلاسیک گوش می‌کرد، مثال اهل موسیقی بوده، ویولون می‌زد، نمیدونم پیانو می‌زد، بانک حسابدار بود، نقاشی می‌کرد. یعنی متعارف نبود پدرم. آنکه مادرم متعارف بود، پدرم متعارف نبود. و در منم این تمایلات نوجویانه هم از لحاظ، یعنی هم از لحاظ سبک زندگی، هم از لحاظ تمایلات کاری، چیزایی که مثلا فکر کنید که ما بین دو تا مبل اگه بخوام انتخاب بکنم کدوم رو انتخاب میکنم؟ من معمولا مدرن تر انتخاب میکردم. مثلا با اینکه خونه ما پدرم ویولون میزد و ایرونی چیز دستگاه رو میزد ولی موسیقی کلاسیک هم گوش میکرد، من هیچ وقت جذب اون قسمت ویولون زدن پدرم نشدم، جذب اون قسمت موسیقیش گوش کردنش شدم. به نوع لباس پوشیدن، یعنی این چیزی که الان من در واقع دارم راجبش فکر میکنم و فکر میکنم شاید دارم درست میکنم چون چیزی به این سادگی ساده نیست، اینه که تمایلات نوجویانه داشتم. خونه ما هم یه خونه قدیمی بود، از اون خونه های اصفهان. نوع خونه هاش اینطوری بود که وقتی یه خونه میخواستن بسازن تمام چون با خشم می‌ساختن در این تمام بنیادش، ممکن یه جای بعد آجر اضافه می‌شد ولی کلاً با خشم می‌ساختن و سیستم ساختنم اینطور بود که می‌مدن و از همون محل رو می‌کندن و همونجاش خشم می‌ساختن و همونجا خونه رو می‌ساختن. در این چه می‌تونم بگم درصد بالایی از خونه‌های اصفهان سطحش از سطح خیابون پایین تر بود، برای اینکه باید از اون مواد استفاده میکردن برای اینکه بسازن. ما یه حیاط بزرگی داشتیم، کفش از همین آجرهای قزاقی که معمول بود و یک چیز مرکزی داشت که سالن بود و مثلا نهارخوری که ما هیچ وقت توش نمیخوردیم، فقط مهمون اون توش اگر بود غذا میخورد. بعد یه طرفش من و مادرم و بچه ها زندگی میکردن، یه طرفش هم یعنی اتاقای اون طرف پدرم زندگی میکرد، اتاقای این طرف هم ما زندگی میکردیم. دوران بچگی من تقریبا میشه گفت همش تو این حیات و بعد حوض گنده و باغچه ها و از این حرفا میگذشت و
اقوام که با هم پسر خاله هام و دختر خاله هام که خونه پدر بزرگ من یه خونه خیلی بزرگ داشت نزدیک ما، آقای حسین صحت، ایشون هم از بازرگانای قدیم اصفهان بود، مثلا کار مختلف کرده بود، سینما مثلا یکی از اولی سینما رو داشت، تو دواخونه داشت، خدمت رو عرض کنم مثلا سینماش تمام این بلیتاش مونده بود، ما بچه بودیم با این بلیتا بازی میکردیم، به عنوان پول مثلا استفاده میکردیم بازی میکردیم. مجسمه هایی که شروع کردم کار کردن برای من واقعا مثل اسباب بازی درست کردن هم و یا با اسباب بازی کار کردن هم قله لذت داشت. ببینید من آدمی بودم که از بچگی من تمام، یعنی نه تمام ولی اغلب اسباب بازیامو خودم می ساختم، یعنی قلعه می ساختم، توپ می ساختم، مثلا قوطیای قرص پدرم و اینا توپ می ساختم، عروسکای خواهرم رو برمی داشتم، عروسکای کوچولو برای اینا زره درست میکردم، زره آهنی درست میکردم، شمشیر درست میکردم، کلا درست میکردم و اینها با هم جمع کردم، قایق درست میکردم. مثلا ایرون اصفهان یه چیزای تمام، چون یه چیز به اسم ناودون هست، ناودونای چوبی هست، یعنی از پشت بون دراز میاد بیرون و من با این چوبای ناودونی که مثلا از بین رفته بود کشتی می ساختم، بادبون اینا روی حوض باشون بازی می کردم، زیر دریایی ساخت، حتی یه دفعه زیر دریایی ساختم، یعنی بلند شدم رفتم که برام بسازن و بعد این عروسک ها رو می زاشن تو زیر دریایی می رفتن و موتور برشون درست کرد. ببینید من این بازی هنوزم تو ما هست. اصفهان یه شهر بود که آثار حالا اصطلاحاً هنری بود، یعنی به وفور بود. اون موقع دو نفر بودن که اینها دو تا مغازه داشتن تو چهارباغ، آقای سنبات و آقای هایرپتیان، که این دوتا کارشون این بود که تابلو میکشیدن و میفروختن، یعنی یه گالری شخصی داشتن، این مال دهه مثلا 30 که قبل از ما هم بودن اینا. هایرپتیان بیشتر مسجد چهارباغ رو میکشید، خیلی هم خوب آبرنگ کار میکرد. سنبات چیز میکشید، مثلا جاده های قدیمی میکشید و پل های قدیمی و شطور، کاروان شطور رد میشد، یه شب نشسته بودن همین مثلا کنار این حرف ها. و اینها عملا گالری داشتن و عملا فروش داشتن و من همیشه مجذوب بودم که چطوری اینو، اولا این نقش هایی که مثلا نقشه تمام گنبد و اینا رو به قدری تر تمیز در می ورد با آبرنگ، چون خیلی سخته که شما لایه لایه باید کار بکنیم. این در واقع برخوردای من بود با این دنیای حالا نقاشی. دبستان من رفتم دبستان فرهنگ، بعد دوره متوسطه رو رفتم مدرسه نشاط که نیم ساعت با ما فاصله داشت و بعد دوره بعدی، چون سیکل اول بود و سیکل دوم رو هم رفتم دبیرستان سعدی هنوزم هست، چون جزء بافت میدون نقش جهانه، یعنی ما محوطه که میرفتیم میگشتیم یا درس میخوندیم یا میپلکیدیم خود میدون نقش جهان بود،
تقریبا هم به همین صورتی بود که الان هست. مثلا بچه‌ای که همشاگرد من بودن که اونا دیگه در واقع بنیاد دوستی‌های آینده در اون دوره بر ما گذاشته شد. هنوز بعضیشون مثلا رضا نور بختیار همشاگرد من ریاضی بودم، اون طبیعی بود، ولی ما با هم پلکیدیم. یه نشریه ما داشتیم تو مدرسه همین دبیرستان سعدی که موقع روزنامه دیواری بود. روزنامه دیواری عبارت از یه ویترینی بود به دیوار که چند نفر همکاری میکردن و مینوشتن و نمیدونم خطاطی میکردن و نقاشی میکردن اگر میشد، و من جزو کادر اینها بودم برای نقاشی کردن که اینو مصور میکردن به نوعی. من نقاشیم خوب بود، یعنی از بچگی نقاشیم خوب بود و همیشه پدرم هم از این دفترهای میخرید که مثلا کاغذهایی داشته باشه که بشه روش کار کرد و با مداد کنته و یا مداد معمولی روش کار میکرده. در واقع میتونم بگم که بهترین درسم نقاشی بود. سالهای دبستان درسم خیلی خوب بود، ولی هی درسم افت کرد. یعنی مثلا در دوره دبستان دیگه خیلی درس نمیخوندم، ولی این نقاشی کمکم میکرد. مثلا نشریه ورزش رو درست میکردیم، معلم ورزش یه نمره اضافی به ما میداد. من رشته ریاضی رفتم و با اصطلاحا میگن با نمره دیپلمم هم ناپلئونی بود، یعنی مثلا 13 قبولی بود. مثلا من 13.2، 13.3. دبیرستانی که تموم کردم بعد میرفتم دانشگاه و اومدم تهران و از این کلاس های کنکور متعددی بود. یه تابستون رفتم. اون موقع کنکور اصلا مثل الان نبود، یعنی هر دانشکده بر خودش کنکور داشت. شما میتونستید 10 کنکور بدی. منم کنکور متعدد دادم، دانشکده فنی دادم، دانشکده معماری دادم، دانشکده حتی یادم یه حسابداری دادم در یکی از این دانشکده‌های مختلف. بعد یه گروه هم بودیم، ما از اصفهان اومده بودیم، یکی از دوستان بود مسعود خلیلی، اون گفت آقا ما رفتیم معماری اسم بنویسیم برای کنکور، گفت من میخوام برم مجسمه‌سازی هم اسم بنویسم. منم گفتم خب منم برم نقاشی هم اسم بنویسم، و من رفتم برای کنکور نقاشی اسم مثلا رشته نقاشی امتحان دادین؟ مثلا خانوادتون موافق، مخالف، تشویق؟ من اصلا نگفتم، یعنی من به پدرم نگفتم من نقاش. من گفتم که من معماری چیز کردم، اسم نوشتم و نقاشی هم نوشتم. بعد گفت نقاشی چیکار میکنیم؟ گفتم ما طراحی داخلی میکنیم. چون نمیتونستم بگم که من نقاشی میخوام بخونم. این اصلا بی‌معنی بود. یعنی مثلا حتی بعد از سالها مثلا کار میکردم، یکی از اولین چیزایی که کار کردم مجله نگین بود کار کردم، نه اینکه اولین باشه ولی جز اولین کارام بود. بعد از مدتی که مجله نگین کار میکردم، یه دفعه رفتم اصفهان و مجله رو بردم اصفهان و به بابام گفتم که من توی مجله کار میکنم. گفت چی کارش میکنی؟ مینویسی؟ چاپ میکنی؟ چون گفتم نه، من طراحی صفحه میکنم و نقاشی، اینو برایش کاملا غریبه بود. البته پدر من فوق‌العاده کار نقاشیش خوب بود، یعنی با مداد روی کاغذ کار میکرد و واقعی کار میکرد، از عکس کار میکرد و حیرت آور کارش خوب بود. و مثلا تو کارهای معماری داخلی و اینا میکشید، مثلا ممکن بود سفارش بگیره از یکی یه جایی رو درست بکنه، وقلش مثلا این کارا میکرد.
یعنی فکر میکنم به هر حال این استعداد رو من از پدرم به ارث بردم. ولی به پدرم میگفتم من دارم میرم که ما کار معماری داخلی بکنیم، چون نقاشی بی‌معنی بود. و بابام اصلا کاری نداشت که ما چی کار میکنیم. یعنی مثلا من بچه بودم خیلی هم نمیدونست ما کلاس چندمیم یا داریم چی کار میکنیم، ولی خب خیلی کمک میکرد. مثلا نقشه هایی که به ما میدادن، به نقشه جغرافیا میدادن، من مینوشتم که بابا نقشه فلان و اینا و میخوابیدم و شب این میشست و نقشه، چون کارش خوب بود نقشه رو میکشید و همیشه هم نمره های خیلی خوب بابت نقشه ها میگرفت. تمام کنکور رد شدم. تنها کنکوری که قبول شدم کنکور نقاشی بود. اصفهان دیگه برگشته بودم اصفهان. بعد هر روزم اون موقع روزنامه رو میخوندیم که ببینیم لیست ها رو میدن. و با مزه اینه که تو لیست قبولی های دانشکده اون از با رشته نقاشی یکی بود به اسم فرشته مثقالی که من حس زدم این ممکنه من باشم و اینو اینا اشتباه کردن، که بلند شدم بودم تهران و معلوم شد که من قبول شد، که وارد یه مرحله دیگه ای شد. چه سال دانشگاه؟ من 39-40، یعنی 39-40 وارد دانشگاه شد، چون سالا دو تا سال میخوره توی چیز دیگه، یعنی سال 39 وارد شدم تا 40 ادامه داشت. خدمت رو عرض کنم 40-50 نفر قبول شدن اون سال. 900 نفر برای کنکور نقاشی اسم نوشته بودن که 50 نفر میخواستن و من هم یکیشون بودم.